نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر جهان. امیدوارم شاد و سلامت باشید. بعد از مدت ها اومدم جلوی دوربین. برخی از شما میگفتین چرا دیگه جلوی دوربین نمیاد. خب حالا دارین قیافه نحس منو میبینین. در هر صورت موضوع صحبت هایی است که میکنی مهم اونه. مصاحبه دیگری دارم با آقای دکتر حمید شفیع‌زاده نازنین که وقت گرانبهاشون در اختیار ما میگذارن. یه خبری به ما رسیده و اون درباره وزیر دفاع آمریکاست. اون خبر رو براتون میخونم. تا چه حد صحت داره اونو ما 100% نمیدونیم، کسی هم نمیدونه، اما خبر رو میخونم. بعد میخوام جویای نظر آقای دکتر بشم درباره چه تبعاتی داره. بذارین این خبر رو بخونم، خیلی مهمه و داستان اینه که وزیر دفاع آمریکا ترور شده توسط پهپادهای ایرانی. خب ببینین اینجا، وزیر دفاع آمریکا شکار شده است. این در اون خبری که حالا ما گرفتیم اومده. منابع اطلاعاتی روسیه اعلام کردن لوید آستین به همراه آنتونی بلینکن میرن آلمان و از آلمان لوید آستین تنهایی میره هلند و از هلند به اتفاق 8 فرمانده ارشد ناتو میرن اوکراین و شهر کیف. سپس در اتاق جنگ ناتو در خانه امن در زیر زمین هدف بمب باستر قرار گرفتن و پود شدن. بمب باستر قرار گرفتن و پود شدن. خب آمریکا نمیتونه اعلام کنه که وزیر دفاعش زیر رصد امنیتی بوده و هدف قرار گرفته و هم تبعات حقوقی و نظامی داره و هم حیثیتی. برای همین به دروغ گفتن عمل پروستاد ادامه میده. ببینید من یه چیزی بهتون بگم، این خبری که به دستم رسید رفتم اینجا توی نشریه‌های آمریکایی سرچ کردم و چندین مقاله پیدا کردم که میگفتن که لوید آستین عمل پروستاد انجام داده، حالا دوباره رفته برای نمیدونم یه چیز دیگه، ریکاوری، در حال ترمیمه یا در حال بهبودیه، یه چنین چیزی رو اونجا خوندم. اینو میگن تو جراید آمریکایی. خب حالا داره میگه و الان 14 روز ناپدید شده و حتی خبرنگاران آمریکایی به بیمارستانی که کاخ سفید مدعی بود وزیر دفاع در آن جراحی شده رفتن و هیچ پرونده یافت نشد و مقامات بیمارستان تکذیب کردن وجود وزیر دفاع در بیمارستان مذکور را. تا ابد نمیتونن مخفی کنن، اونم تو شرایط حساس جنگ یمن، اسرائیل، اوکراین و تایوان باید بیا جلوی دوربین اظهار نظر کنه. مگر میشه وزیر دفاع نباشه تو این همه بحران؟ به زودی میگن یه هواپیما سقوط کرد تو نوادا و وزیر دفاع مرده. خب یه چنین خبری رو ما گرفتیم. آقای دکتر، در صورت شما این خبر رو فرستادین و تا جایی که من میدونم اینجا انکار میکنن. بفرمایین که حالا چه اتفاقی میفته و چه تبعاتی داره و اگر که این درست باشه چه جوری میشه. حالا اینجا میگن حیثیتی و این داستانا، ولی فراسوی اون هست. بفرمایید این رو یه مقداری ما رو روشن کنید دربارش. خواهش میکنم خانم زمان شما که بهتر از ما میدونید. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز. رسیدن ماه مبارک رجب رو تبریک میگم. ماه ولایت، انشالله خداوند به همون توفیق بده که در این ماه روزه بگیریم و نماز بپا داریم و خودسازی کنیم و به خدا نزدیکتر بشیم. این خبری که شما خوندین من از چند تا منبع شنیدم و خیلی هم صبر کردم که به هر حال بیگدارم به آب نزنیم و ظاهرن احتمالا درست باشه، گرچه من به یقین نمیتونم بگم و احتمال این که فیک هم باشه هست و حالا دروغ باشه، ولی یه سری شواهد نشون میده که همچین چیزی هست و حالا ببینیم چی پیش میاد. حالا فرض می و بعد فرض میگیریم همچین خبری درست بشه چه عواقبی داره. از روز شما که مدعی هستن که ایشون الان 14 روز هم نیه، الان 17 روزه که ناپدید شده، یعنی 17 روز نه خبری نه صدایی نه تصویری از ایشون داریم. به صورت ناگهانی گفتن پروستات داره،
پروستات خب به هر حال کم و بیش میونه مردای مسن هست و معمولا یه رو دور میرن بیمارستان. حالا یا میدین روش های پروستات اگه تنگی پروستات باشه که معمولا یه بالونی وارد میکنن از راه مجرای ادراری و اون بالونا اون قسمت تنگی باد میکنه و اونجا یه مقدار دیلاته و گشاد میشه و اون تنگی برطرف شد. اگر سرطان پروستات داشته، سرطان پروستات معمولا اون مواقعی که خیلی پیشرفته باشه یه عمل جراحی تقریبا میشه گفت ساده، چون پروستات یه قده هست که یه اندامی که در دست رسه، مثلا مثل کانسر ریه نیست، یه کانسر مغز که کلی علاوه ها رو باید برزی کنار رو بزنی کنار تا برسی بشه. به هر حال اینکه 17 روز ایشون نیست یک کمی مشکوکه و نمیتونه برای پروستات باشه، حداقل پروستات نیست. حالا اگر چیز دیگه ای باشه نمیدونم. آقای دکتر یه نکته، آقای بلینکن رو که میبینین تو اخبار قیافش خود وحشت زده به نظر میاد، یعنی من تعجب کردم گفتم که این چرا این شکلی شده. بعیدم نیم حالا حالتش وحشت زده اینه، به این خاطر اینه که اینها واقعا همه جا شکست خوردن. اینا تو اوکراین شکست سختی خوردن، توی اسرائیل، توی فلسطین، توی غزه از یه سری مردم واقعا محروم شکست خوردن، توی دام دیگه از لبنان شکست خوردن، از سوریه شکست خوردن، تو همه جا الان اوضاعشون خرابه و بدتر از همه توی یمن که خودشون وارد یک ماجراجویی واقعا خطرناک اطلاق ویتنامی، بله از اون بدتر، چون حالا دلیل داریم برای همین. به هر حال ما چون موضوع آقای وزیر دفاع آمریکا آقای آستین هست، اگر فرض بگیریم که این اتفاق درسته، یعنی که همچین اتفاقی افتاده و ایشون ترور شده تو اوکراین، حالا بعضی هم میگن با پهبادای ایرانی، بعضی هم میگن با بمب و موشک، حالا ولی به احتمال زیاد با هر دو بوده، یا اونشو به هر حال روسارم رسما خبری ندادن. هر دوشم حالا به هر علتی یا به هر عاملی این اتفاق افتاده باشه میتونه عواقبه خیلی بدی برای آمریکا داشته باشد و نشون میده که اونها داره خلاهای امنیتی و اطلاعاتی خیلی شدید هستند و اگر به این راحتی شخصیتی در حد وزارت دفاع، وزیر دفاع میتونن فالو کنن و فالو اپ کنن و دنبالش برن و ببینن از کجا به کجا میره و کجا برنامه داره، این نشون میده که کل سیستم اطلاعاتی اوکراین و آمریکا اصلا لو رفته و این و کل این سیستم رو باید عوض کنن. چقدر خرج و هزینه و وقت و زمان میبرد و این داستان، و مهمترین داستان اینش اینه و حالا این که آیا میتونه توی رویکردهای نظامی آمریکا تأثیر داشته باشه، چون ساختار وزارت دفاع آمریکا یک ساختار کارشناسی و سازمانی هست، به نظر من چندان نمیتونه تأثیر داشته باشه. این مثلا یک ساختارهای نظامی مثل عرض و حضور شما همین مبارزین فلسطین که بر مبنای یه سری از شخصیت‌های مهم یا معروف می‌گرده، اونا معمولاً اگر اون شخصیت زده بشه ضربه جبران ناپذیریه. مثلا خدای نکرد اگر سید حسن نصرالله رو بتونن به شهادت برسونن، خب خیلی حزب الله ضربه می‌خوره. ولی ساختار، بله ساختار دفاعی آمریکا یه ساختار سازمانی و پله‌ایه، یعنی این نیست که حالا با رفتن یه شخص دو شخص چندان آسیبینه، ولی عمده آسیبی که آمریکا می‌بینه بیشتر از نظر حیثیتیه و از نظر روحیه، یعنی تقریبا
تمام ژنرال های چند ستاره آمریکا، تمام فرماندهان اون اعتمادشون رو به سیستم امنیتی و اطلاعاتی آمریکا از دست میدن و متوجه میشن که اینا هر جایی حتی داخل خود آمریکا، هر جای دنیا ممکنه مورد ترور قرار، مورد هزیمه قرار بگیرن، مورد ضربه قرار بگیرن. مخصوصا فرماندهانی که در نوک پیکان هستن، مثل خلبان ها که به هر حال معمولا وقتی یه اتفاق میفته و یه چنزی توی حکومت میشه این خلبان ها ترور میشن، چون شناسایی میشن و فرمانده های نظامی که جنایات جنگی انجام دادن یا به هر حال دستورات کشتار جمعی یا اینجور موارد دادن، این همه معمولا حذف میشن، هم از طرف خود رقیباشون هم از طرف خود دولتشون، به خاطر اینکه اینها میخوان آثار جنایت خودشون و جا پای خودشون رو پاک کنن. و این در کوتاه مدت خطر چندانی نداره، خطر خیلی عمده ای، ولی در میان مدت و دراز مدت میتونه تأثیرات خیلی زیادی روی سربازان و ژنرال ها و به هر حال کادر نظامیه. باید هم تصمیماشون آقای دکتر، باید هم حالا آقای آستین هم یه مهرس یا مثل بلینکن و مثل بایدن، اون کسانی که تصمیمای اعظم رو میگیرن جای دیگه هن، اون دولت سایه و پنهانه. شاید در واقع این افراد وقتی که مقداری بترسن و یه مقداری بدونن که دارن جنایت میکنن، در حالا میگم اون سیستم یه مقداری بازنگری بکنه در تصمیمایی که میگیرن. بله، منم که یه اشاره کردم، گفتم به هر حال اینها میگن که تقریبا شخصیت دوم آمریکا ترور شد، چون میدونی که در آمریکا معمولا شخصیت دوم همون وزیر دفاع یا وزیر جنگه، شخصیت سوم وزیر خارجه است، اول رئیس جمهوره. وقتی هم اونم زخ تین موقعیتی که واقعا منطقه خیلی آشوبه، الان آمریکا همه جا درگیره، تو کره وضعیت به هم ریخته، تو چین به هر حال وضعیت تقریبا بغرنجه، تو خاورمیانه همینجور، حالا فردا یه جای دیگه و توی آمریکای جنوبی. من حتی میخواستم یه پیشنهادی بدم به بچه های سپاه، یه جوری آمریکای جنوبی بریزن گلی هم که یه جوری هم سر اونم اونجا گرم کنند، یعنی دواره، یا حتی توی غرب آفریقا و توی شرق آفریقا ما پتانسیل داریم که این کارا را بکنیم. چند تا پایگاه مهم هم آمریکا تو اقیانوس هند، اون پایین بغل جزایر موریس دو سه تا پایگاه خیلی مهم داره، اونم میتونه زیر ضربات قرار بگیره. آقای دکتر، من یه فکری تو سرم اومد و اون اینه که خب الان خیلی صحبت میشه که ممکنه آمریکا حمله کنه به ایران، نمیدونم به این به اون. به نظر من اینا انقدر بیشعور نیستن که چنین کاری رو بکنن، چون الان ایران امکانشو داره که هر جایی رو که بخواد در آمریکا بزنه توسط حالا ماهواره هایی که موشک میتونن در واقع پرتاب بکنن. و این یکی دو سال پیش اتفاق افتاد. در هر صورت اونا توی خونه شیشه ای نشستن، یعنی چنین خطایی ازشون سر نمیزنه که بخوان به ایران حمله کنن. ولی در هر صورت الان ونزوئلا یه پایگاه برای ایران، شما کاملا درست میگین. من امیدوارم که سپاهمون و حالا مقاماتمون اونجا فعالیت‌های از این دست داشته باشن، همونطور که اونا میان تو منطقه ما و همه منطقه رو به هم میریزن، میلیون‌ها میکشن، غارت میکنن، و وقتش رسیده که ایران و محور مقاومت بیان تو حیات خلوت آمریکا، همون چیزایی هم بلایی که اونا سر دنیا آوردن اینا در واقع تلافی کنن، یا همون کار رو بکنن، چی بهش میگن، یه چیزی به مثل، الان یادم نیستش، این به اون ده تلافی به مثل،
میگه این به اون در، این به اون در، یا تلافی به مثل. بله ضربتی درست میگین، ایشالا که میگن ضربتی زری ضربتی نوش کن. دقیقاً دقیقاً. حالا رهبرمون هم که گفتن یکی بزنی دهتا میخوری، داستانش همونه و داره در واقع مو به مو اجرا میشه هرچی که ایشون گفته. ایشون گفتن که در هر صورت اسد باید بماند، ماندش. یمن و ایران حمایت کرد، حمایت های حالا نمیگم سلاح بهشون داده باشه و این داستان ها، ولی الان یمن به قول شما قدرت منطقه شده. یعنی اینها به هر جا حمله کردن خب بدبخت شدن، ولی بازم این کار رو ادامه میدن. نمیفهمم. یه بار یه نوارا با هم صحبت کردیم، گفتم که یه قاعده ای هست در تاریخ به نام روح تاریخ. ببین روح تاریخ یه رو تصمیم گرفت که آمریکا با غرب و اینا ابرقدرت بشن و به راحتی دنیا رو در اختیارشون گذاشت. همین انگلیسی ها قاره استرالیا رو با دو تا کشتی فاحشه و زندانی فتح کردن. یعنی اصلا سرباز هم خالی نکردن که بگیم یه تیر هم زده باشه. اینجا به هر حال استرالیا دست ایرانی ها بود و اون مدارکش من تو کتاب تاریخ حضور ایرانی در قاره استرالیا آوردم. کتابش هم رایگان تو اینترنت هست، اگه کسی بخواد میتونه به صورت رایگان دانلود کنه. در همینجا باید بگم من لینک این کجا میتونین کتاب رو تهیه کنین زیر برنامه ها با شفیزاده میگذارم، آقای دکتر شفیزاده لطفاً به اونجا بریم. سرچ ساده بکنن اسم کتاب یا اسم منم میاد. بله اصلا اسمتون رو بذارم کتاب دکتر شفیزاده میادش. ولی اینه میخواستم بگم، ببین اون روح تاریخ، الان روح تاریخ قراره که آمریکا و غرب بره امتحانش پس داد. چون اصلا داستان اینه که یه حدیثی هم داریم از حضرت امام صادق، میگه که یکی از صحابیش ازش میپرسه ظهور که انجام میشه، میگه ظهور به وقوع نمیپیونده تا اینکه تمام ادیان، تمام اقوام، تمام مدعیان بیان حکومت کنند و هنر و به قول معروف عمل خودشون رو نشون بدن، تا اینکه بعد از اینکه ظهور پیدا شد و اون صلح جهانی، اون پیشرفت بی نهایت انسان، اون شکوفایی تمام ابعاد انسان شکل، یه سری نه میگن خب ما هم میتونستیم، احتیازی به ما زمان نبود، احتیاج به دین نبود. حالا داستان همینه، یه زمانی به خاطر اینکه جهان به اون بلوغش برسه که در واقع مقدمه ظهور امام زمان آماده بشه، باید این آنگلو ساکسون هایی که به نظر من سیاه ترین و متکاسف ترین و آلوده ترین و سخت ترین و گناهکارترین بله دوران انسان، حتی از عصر حجر و نمیدونم زمانی که اون واندال ها و نمیدونم وحشی های اروپایی یا بربر ها و مغول ها حکومت، از اونها هزاران برابر سیاه تر و جنایتکار هستن، بیان اینا حکومت کنن و خودشون نشون بدن که بعد فردا نگن ما هم همین کارو میکرد. و به روح تاریخ اینه که این آمریکا باید برد، آنگلو ساکسون ها باید برن، این در واقع این ایدئولوژی لایک یا سکولار یا هر چی اسمشه بگیم که همین آنگلو ساکسون ها به وسیله در واقع یهود مدیریتش میکرد ولی اجراش به دست قوم آنگلو ساکسون بود، اینها از صفحه روزگار داره محو میشه و شما شاهدین که تو این یه دهه میبینید آمریکا تمام قدرتش از دست میده، قدرتی که ما مثلش تو طول تاریخ بشر نداشتیم، که از نظر اقتصادی، از نظر علمی، از نظر نظامی، از نظر نفوذی که تو همه جای دنیا داشت. یعنی شما کجای دنیا میرفتین که
آمریکایی نباشه، فرهنگ آمریکایی نباشه، نفوذ آمریکایی نباشه، دلار آمریکایی نباشه، پول آمریکایی نباشه و حتی هیچ شوق به آمریکایی شدن تو مردم، یعنی خود مردم زمان به شدت شوق آمریکایی شدن و ملحق شدن به آمریکا درشون شعله میکشید و میبینیم که به راحتی ظرف 50 سال این قدرت نابود شد و این شیبش هم خیلی تندتره. یعنی شما اگر از 40 سال پیش، 45 سال پیش که انقلاب در نظر، یه شیب خیلی ملایمی داشت، هر چه انتها میرسید این شیب به شدت رو به سر بالایی میره و یه جا میرسید که دیگه شما هر رو میبینید که این قدرت ها آمریکا، انگلیس، اروپا به شدت سقوط میکنن، به شدت. مثل اون اتفاقی که برای روسیه افتاد که شما میبینید روسیه ظرف 1 ماه از هم پاشید و نیمی از کشورها ازش جدا شدن. میگن که فواره چون بلند شود سرنگون شود، این داستانه. حالا آقای دکتر یه پرسش دارم، با این پرسش برنامه رو میبندیم. خیلی از بینندگان فرهیخته که تاریخ دارن میان میگن که صهیونیسم رو انگلیس، بریتانیا پدید آورد و انداخت به جون دنیا. برخی هم میگن نه، صهیونیست ها بودن قبل از اینکه انگلیس ها بخوان انقدر حکمرانی بکنن و انقدر جنایت بکنن. واقعا جواب پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که صهیونیست‌ها به یک تاریخ 3000 ساله در زمان حضرت موسی، به خصوص بعد از حضرت داوود، و اصلا انگلستان عددی نه، انگلستان یه سری وحشی بودن که تو فیلم میل گیبسون هست یا توی فیلم سینزه همی سلح این اصلا تو قار زندگی کردن مثل حیوان تا همین 500 سال پیش. بعد همین فرانسیس بیگن یک دوز دریایی بود که این بود که اصلا انگلستان از خاک بلند کرد، چون اسپانیا و پرتغال وقتی رفتن و آمریکا رو کشف کردن و اون حجم عظیم طلا و نقره که از آمریکا دوزیدن، این آقای اسم نویسندش یادم رفته، بری یک کتابی هست به نام کتاب شریانهای باز آمریکای جنوبی، گارسیا، اسم کوچکش گارسیاس، فامیلش یادم رفته، شریانهای باز آمریکای جنوبی، میگه اروپایی اینقدر نقره و طلا از آمریکای جنوبی دزدیدن که باهاشون میشه یه پل از آمریکا به اسپانیا روی دریا زد. ببینید چقدر حجم عظیمی. الان تو بولیوی ببین، مثلا آرژانتینی یعنی سرزمین نقره، بولیوی یه شهری داره، من رفتم دیدم اصلا رو نقره است، از دور شب زیر نور ماه میدرخشه چون اصلا خاکش نقره است، به نام پتوسی. این دوتا ستونی که توی دلار هست، این در واقع این آرم شهر پتوسی بوده. این شهر پتوسی هستن اروپا را، اروپا. حالا یه موقع اگه خواستین من عکس هم زیاد دارم از اونجا، از اون رفتم معادنش را بازدید کردم، با مردمش حرف زدم و اینها. بعد این پتوسی تو اینترنت هم سرچ کنید، یکی از مراکز عمده نقره جهانه و هنوزم هست، یعنی با اینکه 500 ساله دارن استخراج میکنن بازم هنوز مشالله پره. اینقدر از اینجا نقره استخراج کردم که به قول حالا تلاش جدا کنه الدورادا یه اصطلاحاتی منم، یعنی الدورادا یعنی شهر طلا. اینقدر این کاها و آستک ها و مایه ها غرق طلا بودن که اصلا طلا براشون ارزش نداشت، یعنی طلا مثلا سی فلز عادی بود براشون. الدورادا یا شهر طلا که این تب الدورادا یا افسانه الدورادا که مهاجمان اسپانیا پرتغال یک کشید توی آمریکای مرکزی و جنوبی، اینا رو من یه مقدارش توی کتاب تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در قاره آمریکا نوشتم، ولی یه مقدار، ولی خیلی هاشم ننوشتم. داستان خیلی جالب.
حالا میخوام بگم یعنی انگلستان اینجوری هستن از خاک بلند شد، اینجوری هستن کسایی که تو غار زندگی میکنن، کسایی که مثل به قولش خودشون میگفتن مثل خرس ما توی زیر زمین، یه اصطلاحی از خودشون میگن زندگی میکردن. و هیچ شما ببینی اصلا انگلستان تنها آثار تاریخیش استون هیچه. نمیدونم شما حتما رفتید دیدید خانم زمان نره. ولی در تایید سخنان شما وایکینگا بیش از 1000 سال پیش حمله کردن به برخی از نقاط ایس، مثلا شهر یورک یه موزه بزرگ است چجوری این وایکینگا یا ویکینگا اومدن این شهر رو با خاک یکسان کردن، حتی گربه های اون شهر هم کشتن. حالا اگه انگلیس عددی بود کسی بود، این یه نمیدونم گروه کوچکی از وایکینگا نمیتونستن بیان اینقدر بلا سرشون کردن. حالا موزهش هست تو یورک، رفتم در یورک. بله ببین انگلستان یه سرزمین باطلاقی بود، حالا یه مقداری با فنون و مهندسی اینا این سرزمین های باطلاقی ها خوشگوندن، ولی هیچی نداشت واقعا. حالا گفتین وایکینگ ها میدونین وایکینگ ها آخرم به وصله مسلمان ها شکست خوردن. دا میدونین وایکینگ ها موقعی که وایکینگ ها یه زمانی هم به آندلوس حمله کردن، همون اسپانیایی قدیم. بله کارشون این بودش، آبجو میخوردن یه شکست خیلی سنگینه خوردن که حالا اگر خواستین یه بار تاریخش و مستنداتشون رو برادون بیارن. خیلی جالبه. بله وایکینگ ها ارکه با ایرانی ها در ارتباطن و اصل وایکینگ ها رو اصلا ایرانی هست. اون دیگه خوب نیست آقای دکتر. اصلا همه مردم دنیا از ایران رفتن، چون حضرت نوح که اومد کشتیش نشست در واقع در آرارات به طرف شرق اومد تو همین فلات ایران، همین ناحیه موصل و ناحیه اردبیل و آذربایجان، و از اینجا جمعیت دنیا منتشر شد. همون داستان فریدون که فریدون در آثار قدیمی ما نام حضرت نوح که 3 تا پسر داشته که همین ایرج یا همون ایران، یکیش در واقع اسمش نم یادم رفته، به هر حال 3 تا پسر، یکشون میفرسته چین، یکشون میفرسته روم، که بعد این روم و چین به این ایرج حسادت میکنن چون کوچکترین فرزند بوده و هم خواستن بر علیه پدر قیام کنن. داستانش تو شاهنامه هست که ایرج میاد به باباش میگه که بذار من برم با اینا صحبت میکنم و من راضیشون میکنم. پدرش میگه نه رو اینا میکشنده، تو اینا رو نمیشناسی. میگه نه من میرم. خلاصه بعد هم ایرج یا ایران، بعد میگن که بهترین جای جهان تو به ایرج دادی که همین ناحیه ایران و خاورمیانه بود، چون دنیا رو تقسیم کرد بین 3 تا فرزندش، بهترین جا رو به هم ایرج یا ایران داد که اون دوتا داداشیش حسادت کرد. اینا برحال من اگه بخوام هی ببینیم آقای دکتر میدونین وقتی که شما شروع میکنین از تاریخ ایران صحبت کردن، یه دفعه اصلا تمام این تاریخی رو که ما خوندیم همه اینو باید بنزیم تو سل آشغال، مثل اینکه اصلا به درد نمیخوره تو ای که حالا شما میگین. شاهنامه هست، شما این داستان فریدون و ایرج و دو تا داداشش رو بخونین، اینا رو نوشته که تاریخ واقعی هم همین. حالا منظور ما از کجا به کجا رسیدیم؟ از همون میگم مثلا حالا چیز خوبی هم نیست که بگیم واکینگ‌ها از ایران اومدن، مثلا ایرانی اصلا چیز خوبی نیست، چون واکینگ‌ها خواستم بگم تمام اقوام جهان یه ریشه ایران. جالبه خانم زمانی، این کشف خودم بود، من دیدم زبان ولزی به شدت به زبان فارسی نزدیکه. سال شمارم مخصوصا اینایی که تو ولزن، الان اون عزیزانی که اینا کامنت بذارم، اونایی که تو انگلستان تو ولزن، من دیدم خیلی کلمات ولزی به شدت به فارسی نزدیکه. مثل آرام، همون آرام بودن، خیابان، خیلی من یه بار من حقیقتش زبانم زیاد قوی نیست، ولی در همین حدی که مثلا تو گوگل و اینا سرچ کنم یه گشتی بزنم، دیدم او چقدر زبان ولزی، خود انگلیسی که خیلی شبیه فارسیه اگه دقت کنی. اصلا حالا میگن
زبانهای هند و اروپایی، ولی در واقع اینا زبانهای ریشه ایران داره، اینا هیچ وقت نمیخوان ایران دیده بشه. حالا کاری به این کار ندارم، خواستم بگم که حتی وایکینگ ها یک اصالت ایرانی دارن و جالبه تو سوئد اینقدر که سکه و آثار تاریخی کشف شده، خود ایران کشف نشده ولی مردم نمیدونن. یعنی باورتون میشه ما اینقدر تو سوئد سکه های ایرانی، نمیدونم انگشترهایی که روش یا علی نوشته، لباسایی که روش آیات و بازم من عکس و فیلم در این مورد زیاد دارم اگه خواستین یه بارم. یه موزه هستش در دانمارک در شهر قاسکیله، دی وایکینگ هاس، اونا کشتی در ساختن کشتی خیلی مهارت داشتن همه جای دنیا، اقیانوس ها و آب ها، ولی اینا می اومدن سواحل دریایی مازندران تجارت میکردن با ایرانی ها و سکه های ایرانی اونجا هست. اینا میتونین بریم ببینین در اون موزه، بله موزه واکینگ ها تو قاسکیله. در صورت آقای دکتر در تایید حرفتون، شما فقط توجه کنین به مثلا واژه های دختر که داتر بسی در میشه دور، پدر میشه فادر نزدیکه، برادر میشه برادر، مادر میشه مادر، یعنی از اینا واژه های انگلیسی، واژه های فارسی خیلی تو زبان انگلیسی هستن. همین یک دو سه شون فارسیه، ببین مثلا از یک دو سه انگلیسی هم فارسیه، وان همون واحد به فقط اولیشون خود ایرانی هم خیلی مواقع یک هم میگن واحد، تو همون دو بوده دو، بله. تری هم فور هم گار یا گاری فور شده، فایو هم پنج، سیکس هم شیش بوده، سیون هم دوباره از عربی بوده، چون ببینید عربی یعنی ببینید عربی فارسی، چون هفته معمولا ایرانی ها میگن سب، مثلا هفته اینجوره، ایت همون هشت بوده شده ایت، ناین همون نه بود، تن همون ده بود، این حتی عددی یک و دوستشون هم فارسیه، همون هارس اسب، همون آس بوده شده هارس، کم کم یخته لب و لوتشون چرخیده شده است وقت جالبه از همه بیشتر آلمانی شبیه فارسیه. اوه. خیلی از فعلای فارسی تو آلمانی هم هست، یعنی اینا اصلا خود آل جرمنی یعنی کرمانی، از کرمان هم کرمان شاه ما اومده، اصلا این داستان رستم اسفندیار عینن تو ادبیات آلمانی هم هست. این برادون جالب نی؟ چرا؟ آیا جا بندی برنامه دیگه ای بذاریم درباره اینا صحبت کنیم، این خیلی جالبه. ولی در هر صورت ما با ترور وزیر دفاع آمریکا شروع آغاز کردیم توسط پهپادهای ایرانی پژوهش ها درباره زبان انگلیسی و آلمانی و جالبه. اسپانیایی هم خیلی شبیه اسپانیایی هم، بله. همین جوره. شما رو بردین به خیلی جاهای دیگه، در صورت این فقط گستره دانش شما رو نشون و پژوهش و از بینندگان دعوت می‌کنم بریم. اصلا خیلی شهرهای، حالا گفتین خیلی از شهرهای اروپایی این اسم فارسی دارن، مثلا ونیز از بندگیه بوده شده بندگیه بعد شده ونیز، چون بند بند ونیز ایرانی ها زمان فاطمیون یه روستای کوچیک بود دیدن به درد بندر میخوره ساخت، اصلا معماری ونیز معماری ایرانی، یک مهندسی ایرانی. یا بارشلونا، بارشلونا یا خیلی خود مادرید یک کلمه فارسی المدرید بوده، ایرانی وقتی اومدن اونجا ما اسپانیا رو گرفتن خود مادرید رودخونه نداشت، برای اینکه آب بیارن اومدن قنات کندن، قنات ها یه نامش تو عربی مجراست، مجری یعنی چیزی که جاریه، در واقع اینجا رو میگفتن مجرید. برای ما خیلی دانشمندای حوزه علوم اسلامی داره، مثلا ابوالحسن مجریتی یعنی همون ابوالحسن مادریدی بوده، بعد این به هر حال به مرور زمان مجریت یا مجرا تبدیل شد به مادرید. یا خیلی اگه شاید من 200-300 تا اسم میتونم تو اسپانیا بگم فارسی، ما هنوز شهر ری تو اسپانیا داریم، هنوز شیراز داریم، حتی شیراز هم نمیگه خرز، چون اسپانیا یا شیرا خ تلفظ میکنه، بله. خیرز که مرکز مشروبات و
انگور اسپانیاس و یه مشروب خیلی معروف داره به نام مشروب خرس که تو دنیا معروفه، یا گرانادا یا بادیول کبیر، خیلی خیلی، حالا اگه بخوایم بگیم سر، یا اصلا پرتغال، کشور پرتغالی اسم فارسیه، پورت غربی، بندر غربی، یا خیلی چیز، من میخوام وارد این، یا لیسبون که همون اسفون بوده، اصفهان بوده، تبدیل شده به لیسبون، اقوامی که از اسفان اونجا رفتن و اینا، و بخوایم بگیم فرق شدین تو باشه شما. حتما باید برنامه دیگه ای بذاریم، فکر میکنم حیفه که اینو قاطی این موضوع بکنیم، این چیزایی که الان شما دارین میگید جدا کنیم. اینا با هم یه جوری در ارتباطه، این نشون میده که اصلا اینی که خداوند ایرانی ها رو برای اون تمدن آخر از زمان برای اون چیز برگزید، انشالله به خاطر اینه که ایرانی همه جا هستن، اینا نمیگن اینا بذار ایران قدرت بگیره، اینقدر ما نبه و نتیجه پیدا میکنیم از جزایر سلیمان شهر تا مناطق پرتغال، اینا بعد که ایران ابر قدرت اول زمان، اینا میان میگن ما که پسر خاله بودیم، ما که پسر عمو بودیم، حق و نسبی ما رو هم بدیم، مطمئن باشیم. بله خب، در هر صورت ما یه موضوع رو مطرح کردیم، ترور وزیر دفاع آمریکا آقای این سپهبدهای ایرانی، باید ببینیم که تا چه حد درسته، ولی موضوع اینه که ایشون 17 روز غیبش زده از فضای مصاحبه و هیچی باهاش نیست، که زنه به قول آقای دکتر که پزشک هستن و خیلی خوب میدونن جراحی یا عمل پروستات چند طول میکشه داستانا. خب قرار بوده که در یه چنین پستی یه وزیر دفاع یه دفعه برای یه عمل پروستات 17 روز غیبش در سالی، حالا باید دید که چه اتفاقی افتاده. آقای دکتر اگر سخنی داریم بفرمایید در پایان. مطمئن باشین ایران پیروزه، مقاومت پیروز، دیگران نباشین، همه چی دست امام زمانه، هیچ اتفاقی نمیفته، انشاءالله. شما رو به خدا میسپارم. از شما تشکر میکنم آقای دکتر. دوستان یادتون باشه پسند رو فشار بدین، نظرتون رو بنویسین، به اشتراک بگذارین، خیلی مهمه، با عشق برای عاشقان ایران. و خب برخی از شما میگفتین چرا دیگه نیستی، چرا دیگه تیشرت نمیپوشی، خب اینم به حرف شما گوش کردم، در پناه حق باشی. خدا نگهدار. خدا نگهدار آقای.